وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از اعلام نظر بیش از 50 دیپلمات آمریکایی در مخالفت با سیاست دولت آمریکا در قبال سوریه بر راه حل سیاسی به عنوان تنها گزینه برای پایان دادن به جنگ داخلی و بحران پناهجویان در آن کشور تاکید کرد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا اقدام روسیه در بمباران مخالفان معتدل در سوریه را تلاش برای حفظ حکومت بشار اسد خوانده است. عسل رحمانی و جزئیات بیشتر در این باره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی مخالفت 51 دیپلمات آمریکایی با سیاست پرزیدنت اوباما در سوریه که از طریق روند موسوم به کانال مخالفت در وزارت خارجه اعلام شده است گفت این راهکاری مثبت برای ابراز عقاید گوناگون است. من هنوز فرصت نداشتم آن را ببینم، اما با چنین روندی موافقم. روند فوق العاده است. به اشخاص فرصت می‌دهد دیدگاه‌هایشان را ابراز کنند و ما آن را بررسی خواهیم کرد. با این حال رابرت فورد سفیر اسبق آمریکا در سوریه می‌گوید شمار بالای دیپلمات‌های وزارت خارجه که با سیاست پرزیدنت اوباما دایر بر یافتن راه حل سیاسی برای بحران در سوریه و حل بحران پناهجویان مخالفند نشان می‌دهد آنهایی که مسئول اجرای سیاست دولت آمریکا در سوریه هستند بر این باورند که سیاست فعلی به تحقق این اهداف کمک نمی‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از اعلام نظر دیپلمات‌ها گفت وزارت خارجه با توجه به تمامی گزینه‌ها راه حل سیاسی را بهترین راه برای پایان دادن به بحران سوریه می‌داند. بهترین راه به جلو در سوریه روند سیاسی است که به انتقال دولتی که بشار اسد در آن نیست بیانجامد. این راه حل سیاسی است. در همین حال اش کارتر وزیر دفاع آمریکا روز گذشته گزارش‌های دایر بر بمباران نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه از سوی روسیه را مشکل ساز خواند. بر پایه گزارش‌هایی که تا این مرحله دریافت کرده‌ایم، این حمله به نیروهایی بود که با داعش می‌جنگیدند. از این رو این اولین موضوعی است که در رابطه با عملکرد روسیه مشکل ساز است، زیرا روسیه گفته بود برای جنگ با داعش وارد سوریه می‌شود. اما این حمله به داعش نبود. روسیه در سوریه است تا به رژیم اسد کمک کند و آتش جنگ داخلی را شدیدتر کند. گزارش حاکی از آن است که نیروی هوایی روسیه گروهی از نیروهای معتدل مخالف بشار اسد را در منطقه نزدیک التنف در مرز سوریه با عراق و اردن هدف بمباران‌های خود قرار داده است. عسل رحمانی، صدای آمریکا.